این کتابخانه با کمک یک نهاد بین المللی در کابل ایجاد شده است. کتابخانه ای که در آن 15,000 جلد کتاب و یک اینترنت کلاب وجود دارد. در مراسم گشایش این کتابخانه شماره از چهره های سیاسی بار دیگر بر بازگشایی مکاتب و پوهنتون ها برای دختران تاکید می کنند و می گویند که هرگاه پوهنتون ها و مکاتب برای دختران باز نشود، مردم ناگزیر خواهد شد کشور را ترک کنند تا فرزندانشان از نعمت درس و تحصیل محروم نشوند. در افغانستان په هیڅ ګوټ کې هیڅ قوم او قبیله د حجاب مخالفت نه کوي، هیڅ څوک مخالفت نه کوي. دینه مخکې افغان مېرمنې محجبې وي، اوس هم د حجاب لپاره دوی تعهد لري چې حجاب ولري. اما که موږ دا سهولت درنو مشرانو او همدارنګه د امارت اسلامي مشرانو دا سهولت برابر نه کړو چې مکتب او پوهنتون خلاصي، باوري یم چې ډېر نور افغانان به د افغانستان څخه وځي. برخه شرکت کنندگان دیگر اما میگویند که بیش از هر زمان دیگر فرهنگ مطالعه در کشور کم رنگ شده و حکومت باید زمینه را مساعد سازد تا بار دیگر مردم بیشتر علاقمند مطالعه شوند. با حضور در کتابخانه، با خرید کتاب و کتابخانی، فرهنگ کتابخانه را در جامعه رواج بدیم و فرهنگ را از حاشیه به متن بیاریم. مسئولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ ما میگویند که امارت اسلامی متحد است تا شرایط را برای تعلیم و تحصیل برای هم اقشار جامعه فراهم کند، به ویژه برای زنان و دختران کشور، زیرا محدودیت های کنونی به گفته آنان دائمی نیست. لیکن سچی موقتاً اوس دی دیده معنی کل هم دانه دورونو چی اسلامی امارت دی تحصیل و دی تعلیم حق لخوندو سخه اخلی، هغه حق چې الله او رسول ورکړی ده نه اسلامی امارت اخلی او نه بل څوک دا جرأت لري چې دا حق له چا څخه واخلي. لیکن شرایط برابرول دا د نظام مسؤلیت دی. مسئولان این کتابخانه از شهروندان کشور به ویژه جوانان میخواهد که به این کتابخانه مراجعه کنند و کتابهای مورد علاقه خود را مطالعه کنند. این کتابخانه همه روزه برای شهروندان باز میباشد.